وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن طريق ابن أشيماء رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم حضرت طارق ابن أشيام خدا عزيز شان رضي باشد نگوید که هر وقتایی که در دربارهای حبیب خدا مرد مسلمان میشد و اسلام را قبول میکرد، پیامبر گرامی علمه النبی صلی الله علیه وسلم الصلاة ثم امره ان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم. حضرت طارق فرمود که وقتی که نزد پیامبر گرامی انسان ها می آمدند و ایمان می آوردند، از شرکی که داشتند، از عبادت بت‌هایی که داشتند بیزاری می کردند و با کلمه زیبای لا اله الا الله محمد رسول الله اجرای پیامبر در اسلام می آوردند. وقتی اسلام را قبول میکرد، حضرت طارق میگوید در او پیامبر با او امر به نماز میکرد. میگو مادامی که مسلمان شدی، مادامی که ایمان آوردی، فرزند عزیز، از همه روز اعتبارا وظیفه اولین درجه برای تو پنج وقت نماز خواندن است. بعد از آن پیامبر گرامی او را امر به دعا کردن میکرد که وقتی که شما نماز را انجام دادید، بعد از نماز شما دعا کنید. چی دعا؟ برادر عزیز، من این به خاطر آن به شما میخوانم که این دعایی باشد نه بعد نماز، میتوانیم قبل نماز ما میتوانیم در حالتهایی که در کوچه ها قدم میزنیم، حالتهایی که نزدیک دسترخوان میشینیم، هر جایی که نباشد این دعا برای همه جا و همه زمان است. اللهم اغفر لی پیامبر میگفت است بگو که پروردگارا مرا آمرزش کن، مرا مغفرت کن، گناه مرا ببخش. اولین دعا برادر عزیز در زبانتان دائم همین یکی از وظیفه‌های خوب و در دل شما محبوبیت داشته باشد: اللهم اغفر لی، خدایا مرا مغفرت کن. یعنی طلب مغفرت کردن آموزش گناه، نابود کردن گناه و از جانب خدا ما ها پرسیدن ما. حتی پیامبر گرامی گفتند: توبا لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. خوش به حال آن بنده ای که در نامه اعمال او کلمه استغفار زیاد یاد شود. ببینید ما ها یک بار اگر گویم استغفر الله، استغفر الله، یا گویم رب اغفر لی، همین در نامه اعمال ما خدا می نویسد.
اگر هر یک نامه اعمال که از این کلمه بیشتر باشد پیامبر گفتند تو با تو خوش به حالی او. پیامبر گرامی گفتند من لزم استغفارا جعل الله له من كل ذنب مخرجا ومن كل حمل فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اگر کسی در حیات خود استغفر الله را برای خود وظیفه گیرد، پیامبر گفتند همه راه های دشوار بالای او گشاده می شود، غنی او به شادی مبدل می شود و رزقی او از جایی می رسد که در گمانش نیست. اگر شما کلمه استغفر الله را طلب مغفرت گناه را برای خود وظیفه بدانید. عبدالله بچه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت میگفت نعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. حضرت عبد الله بن حضرت عمر میگه یک مجلس که با پیامبر نشستم، اكو مجلس های زیاد پیامبر خطی نشسته بود، در یکی از اونها میگه که حساب کردم پیامبر با لبهای زیبای خود 100 بار رب دکتر رو نیه بودن 100 بار در یک شهر حرارت نگاه رو برم اکتبه. حالا که اول آخری لحجش های پیابر من همش موضوعی حوضی خدا قرار گیرده بود. برای این داره این دعای این پیابر گرامی برای شخص هایی که مسلمان شدن تعلیم دادن، این تعلیم همگان است. ما همیشه باید دعا کنیم رب خدا را گناهای ما را ببخش. شما ببینید حتی حضرت نوح علیه السلام در سوره نوح پاره 29 از قرآن حضرت نوح چی دعا کرد؟ رب اغفر لی ولی والدین. ببینید رب اغفر لی ولی والدین ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين الا تبارا. حضرت نوح عليه السلام پیامبر اولو العزم دستای ایشان برداشته و از خدا رب اغفرلی گفت خدایا من مغفرت کن. ببینید هم مغفرتی گناههای خود و هم مغفرتی ولوالدی از پدر و مادر شهم از خداوند طلب مغفرت گناه پدر و مادر میکرد. اینجا شایان این ذکر است که حضرت نوح علیه السلام پدر و مادرش مسلمان بود. این در کمی از پیامبرها با وجود آمده است که پدر و مادرش مسلمان باشد. همچنان به ابوبکر صدیق هم رضی الله تعالی عنه راضیتی پدر و مادرش مسلمان بود. ما می توانیم خدایا خود ما را مغفرت کن و پدر و مادر ما را مغفرت کن و خوش به حال جوانایی که نماز می خوانند، پدران عزیز بچه‌هایتان نماز می خوانند، دخترکان نماز می خوانند، در دعاشون اللهم اغفر لی ولی والدی دارند. ببینید در نماز 5 بار در یک روز اللهم اغفر لی ولی والدی میگن خدایا خود ما و پدر و مادر را مغفرت کن. در نماز پیامبر چی تعلیم دادند؟ وارحمنی خدایا با ما رحم کن، واهدینی خدایا ما را هدایت کن، وعافینی خدایا ما را عافیت نگهدار، وارزقنی خدایا رزق حلال را برای ما پیدا کن. این دعای هست که همگان شما در عبادت های ما برادران عزیز و هر لحظه این دعا را به سوی خداوند بکنید. خدا به گناههای ما را هم مغفرت کند، لغزشهای ما را پروردگارا مغفرت کند.
حتى أراد ما أقول لك أن ما أعمال منظومة فلا يبقى لدي ما بعد ما كتو أرحم الراحمين حسين مهربان تريني مهربان ما حسين فلا يبقى لدي ما بعد ما رحم بحمد وما أقول لك أبدا دائما أولاد أجداد ما أهلي بيان بحمد و خدا را بر انهای ما را بهتر گزینا بگردان و رزق را از طریق آسمان برای ما پروردگارا تعیین فرما امروزه عبادت ما را خدا را قبول فرما تا جمعه آینده در حفظ امان از ما